پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفر به ایرلند به خاطر سوء استفاده های جنسی کشیشان کلیسای مسیحی در آن کشور پوزش خواست اما منتقدان میگویند این کافی نیست هزاران تن از قربانیان سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک و حامیانشان روز یکشنبه با راهپیمایی در دوبلین علیه آنچه تلاش کلیسا برای خاموش کردن صداهای معترض خواندند دست به تظاهرات زدند یک مقام بلندپایه واتیکان از سوی دیگر پاپ فرانسیس را به خاطر خودداری از اقدام به موقع علیه یک اسقف پیشین متهم به سوء جنسی در آمریکا به کنارگیری از مقام خود فراخوانده است. برگردان گزارش زلاتیکا هوک از صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتری است. شماره افرادی که برای استقبال از پاپ فرانسیس در مراسم نیایش روز یکشنبه در پارک فینیکس دوبلین گرد آمدند کمتر از دویست هزار نفر تخمین زده شد در حالی که نزدیک به یک میلیون نفر در سال 1979 برای شرکت در مراسم دعای پاپ ژان در ایرلند شرکت کرده بودند پاپ فرانسیس در این مراسم از قربانیان سوء استفاده جنسی و سوء استفاده مقام های کلیسای کاتولیک ایرلند از قدرت طلب بخشایش کرد. ما به خاطر سوء هایی که نهادهای مرتبط با کلیسا و مدیران مذهبی زن و مردشان و نیز اعضای کلیسا مرتکب شده اند پوزش می خواهیم. و از زنان و مردان جوانی که در کلیسا فعالیت داشته و مورد سوء استفاده کاری قرار گرفته اند طلب بخشش میکنیم. فرانسیس در اقامت دو روزش در ایلند با شماری از قربانیان سوء استفاده کشیشان و مقامها و نهادهای مذهبی به طور خصوصی دیدار و گفتگو کرد از جمله مادرانی که کلیسا فرزندانشان را از آنها جدا و خودشان را ترد کرده است برای بسیاری اما این کافی نیست. من فکر می کنم خواهی کافی نیست و پاسخگویی لازمه. به پرسش های مردم باید پاسخ داده بشه. اونا باید بتونن مسئولیت اعمالشون رو بپذیرن. روز یک شنبه یک مقام پیشین واتیکان پاپ فرانسیس را به خودداری از واکنش درخور به سوء استفاده جنسی تئودور مکاریک اسقف بلند پایه پیشین آمریکایی که اوایل امسال از مقام خود استفاداد متهم کرد و خانه استفای پاپ فرانسیس شد اسقف کارلو ماریا ویگانو روز یکشنبه در بیانیه ادعا کرد پاپ فرانسیس از سوء استفاده جنسی اسقف مکاریک چشپوشی کرده و تنها خواهان استعفای او شده است واتیکان به ادعای اسخوفیگانو واکنشی نشان نداده است منتقدان پاپ فرانسیس معتقدند اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد پوزش خواهی پاپ بیمنی است توجه به اینکه او از اعمال بعضی هایی که مرتکب سوء استفاده شدن مطلع بوده مذارت خواهیش بیمنیه کلیسای کاتولیک قدرت و نفوذی را که زمانی بر فضای سیاسی و اجتماعی ایلان داشت در سالهای اخیر از دست داده و یکی از نمونه‌های بارز آن رأی نمادین مردم آن کشور در همه پرسی مهمه به لغو قانون منع سخت جنین بود.